با رابطه جنسی آهسته عشقت رو دیوانه کن تصور غلط رایج این هست که رابطه جنسی خشن و سری بهترین رابطه جنسی هستش احتمالا به این دلیل هستش که مردم برای داشتن رابطه جنسی آهسته وقت نمیذارن ممکن هست در ابتدا به نظر سخت باشه اما اگر عادت عادی خودتون رو در رابطه جنسی سریع کنار بذارید ممکن هستش که بیشتر لذت ببرید ممکن هست فکر کنید که سکس آهسته خسته کننده باشه اما اینطور نیستش اجازه بدید به شما بگم این بسیار بهتر هستش رابطه جنسی پرشور آهسته کل دیدگاه شما رو نسبت به رابطه جنسی تغییر میده به من اعتماد کنید بنابراین دلایلی رو توضیح میدم که رابطه جنسی آهسته بهترین رابطه جنسی هستش سلام مریم هستم کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران و همینطور مربی حرفه در آنتاریو کانادا دوستان عزیزم شما میتونید ویدیوهای مورد نیازتون رو با با کردن پلیلیست ها انتخاب کنید و ببینید هر سوالی هم داشتید بپرسید و منتظر پاسخ باشید ممنونم از پیام های زیباتون لطفا سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو هم بزنید تا ویدیوهای ما رو ببینید به یاد داشته باشید که برای یه زندگی بهتر باید تلاش بکنید پس با من همراه باشید همتون رو دوست دارم قبل از اینکه به همه دلایلی که شما باید رابطه جنسی آهسته داشته باشید بپردازم ابتدا به شما چند نکته در مورد چگونگی ایجاد رابطه جنسی آهسته ارائه می کنم مطمئن بشید که زمان کافی رو دارید رابطه جنسی آهسته بسیار بیشتر از جلسات متعدد شما طول میکشه بنابراین مطمئن بشید که زمان زیادی رو دارید تا مجبور نشید جایی برید یا کاری رو انجام بدید موسیقی آهسته همیشه کمک میکنه موسیقی سری معمولا به رابطه جنسی سری کمک میکنه وقتی بدن شما با ریتم سری حرکت میکنه به سختی میتونه به ریتم کنتر بره مطمئن بشید که موسیقی شما مناسب با حال و هوای خوب و آهسته شما هستش توصیه من این هستش که فقط یک لیست رو پخش کنید و برای روزهای کند جنسی خودتون ایجاد courtney از شر هر گونه مزاحم خلاص بشید تلفن خودتون رو در جایی قرار بدید که در صورت خاموش شدن صدای اونها رو نشنوید و تلویزیون خودتون رو هم خاموش کنید تنها صداهای اطراف شما باید لذت شریک زندگی شما باشه هر گونه حواس برتی میتونه منجر به این بشه که ناخداغا سعی کنید اون رو به پایان برسونید تا بتونید پیام گوشی خودتون رو چک بکنید اجازه بدید من هم کمی نوشیدنی بخورم شما هم تو این فاصله نگاه بکنید که آیا سابسکرایب کردید نکردید اگر انجام ندادید حتما انجام بدید ممنونم اینطوری منم یک گلوی تازه کردم لطفاً با من ادامه ویدیو را همراه بشید وقت خودتون رو به پیشبازی اختصاص بدید وقتی رابطه جنسی آهسته دارید همه چیز رو به آرامی انجام بدید وقتی از پیشبازی به رابطه جنسی بسیار آهسته میرید میتونید هر دوی شما رو بیتاب بکنه پیشبازی رو آهسته و ملایم و طولانی نگه دارید تا لذت ببرید راحتی رو انتخاب بکنید مطمئن بشید که یک فضای راحت و خنک رو ایجاد کردید تا حرکت های جنسی آهسته خودتون رو داشته باشید به پتو و هر چیز دیگه ای که فکر می کنید که می صحنه رو آماده بکنید اونها رو آماده بکنید تا اینکه یک فضاوی آرام و خوبی رو داشته باشید تا بتونید وقت بگذرونید به یاد داشته باشید که ارتباط برقرار بکنید این مدتی طول میکشه بنابراین به یاد داشته باشید که با شریک زندگی خودتون ارتباط برقرار بکنید به اونها بگید حس خوب خودتون رو به اونها بگید چه چیزی میخواهید و مطمئن بشید که به حرف اونها هم گوش میکنید این کل تجربه رو برای هر دوی شما لذت بخشتر میکنه حالا دلایل باور نکردنی که چرا رابطه جنسی آهسته بهتر هستش اکنون که در مورد چگونگی ایجاد یک رابطه جنسی آرام متخصص شدید بیایید به همه دلایل شگفت انگیزش بپردازیم که چرا باید حتما برای اون وقت بذارید بعدی هستش که ماندگاری بیشتری را هم داره در زمانی که رابطه جنسی آهسته دارید بسیار طولانی تر از زمانی هستش که مانند یک جفت خرگوش در حال انجام اون هستید ببخشیدا چون خرگوش سریع ترین رابطه جنسی رو داره وقتی رابطه جنسی آهسته تری داشته باشید بیشتر از اینکه اون رو به پایان برسونید لذت لحظه های اون رو دارید تجربه می خیلی سمیمی تر هستش اگر میخوایید واقعا احساس نزدیکی به طرف مقابلتون رو داشته باشید مطمئنا رابطه جنسی آهسته پیشنهاد میشه به دلایلی زمانی که بتونید سرعت کارهای خودتون رو کاهش بدید و واقعا از اونها و بدنشون قدردانی کنید احساس دلبستگی و هماهنگی بیشتری رو با اونها دارید ارگاسم احتمالا شدیدتر خواهد بود سکس معمولا با خوشی به پایان میرسه اما اگر رابطه جنسی آهسته رو داشته باشید پایان شادتری رو هم خواهید داشت چرا میپرسی؟ چون وقتی که آرام این رابطه رو ادامه میدید انتشار بسیار شدیدتری رو هم در پی داره احتمال ارگاسم برای زنان هم افزایش پیدا میکنه همه ما میدونیم که رسیدن به ارگاسم در خانوما خیلی بیشتر از آقایون طول میکشه تا کار رو تمام بکنن به این معنی هستش که همه خانوما هر بار نمیتونن کار رو تمام بکنن به خصوص در طول یک مسابقه سریع با کاهش سرعت این کار بسیار طولانی تر میشه و این به این معنی هستش که شانس بیشتری وجود داره که خانم هم به ارگاسم برسه مرد بیشتر دوام میاره وقتی وقت بذارید و رابطه جنسی آهسته تری رو داشته باشید دوام بیشتری رو هم دارید از اونجایی که قصد ندارید سریع کار رو تمام بکنید بدن شما برای رسیدن به اوج بیشتر زمان میبره چه کسی رابطه جنسی رو زمانی که بیشتر طول میکشه دوست نداره رابطه جنسی به یاد وقتی اون رو آهسته انجام میدید همه چیز بسیار احساسی تر پیش میره اگر میخواهید رابطه جنسی به یاد داشته باشید باید رابطه جنسی آهسته داشته باشید این بهترین پیشنهاد هست زندگی جنسی شما تقویت میشه وقتی به رابطه جنسی کند عادت داری و کارها رو کندتر از حد معمول انجام میدید کل پویایی زندگی جنسی شما تغییر میکنه بنابراین اگر شما فردی هستید که احساس میکنید زندگی جنسی شما نیاز به تقویت داره رابطه جنسی آهسته ممکن هست پاسخگو باشه همه راضی تر میشن سکس سریع لذت بخشه و احساس خوبی رو دارید اما همه به اون چی که میخوان نمیرسن گاهی اوقات زنان تمام نمیکنن و صمیمیتی رو که ممکن هست آرزو بکنن رو از دست میدن سکس آهسته هر دوی این خلع رو پر میکنه و همه بیشتر از اون راضی میشن و میتونن ارتباط خوبی رو هم با هم داشته باشن امشب اون رو اجرا بکنید حالا میدونید که چرا باید سکس خودتون رو آهسته بکنید وقت اون هستش که امتحان بکنید تلفناتون رو خاموش بکنید هر کس رو که او رو خواستید که بیادش لغو دعوت بکنید و روی کارتون تمرکز بکنید وقت خودتون رو صرف بکنید و واقعا صمیمیت و لذت ایجاد بکنید در پایان کاملا احساس رضایت رو دارید و مطمئنا بهترین خواب شما شبانه هم خواهید داشت ممنونم که تا انتها با من همراه بودید مطمئن بشید که سابسکرایب کردید و زنگوله کنارش را هم زدید ممنون میشم یک نظر در زیر برای من بذارید به نظر شما در مورد رابطه جنسی آهسته شما قبلا چه فکری میکردید و آیا به نظر شما این روش خوب هست یا نه؟ چرا ارتباط جنسی آهسته واقعا کمتر مردم بهش توجه میکنن دوستان من شما رو به دیدن ویدیوهایی که در انتها هم پیشنهاد میکنم دعوت میکنم شب و روز خوبی رو داشته باشید دفعه بعد میبینم اتون.